دکتران میگویند که برای وقایه از اسکاریس یکی از شایع‌ترین عفونت‌های کرمی در نزد کودکان در کنار رعایت افسلسه شخصی و محیطی باید هر 6 ماه بعد برای کودکان دوای ضد کرم داده شود. اسکاریس یکی از شایع‌ترین کرم‌های روده است که می‌تواند تا 30 سانتی متر در روده رشد کند. این کرم لولایی که به عنوان کرم گرد غلپیکر روده نیز شناخته می‌شود، معمولاً در کودکان شایع‌تر است. دکتران می‌گویند اکثر افراد مبتلا به اسکاریس هیچ علائمی ندارند، اما بعضی ها علائمی مثل دیدن کرم ها در مدفوع، تب، استفراغ، اسهال و دردهای شکم. ای پارازیت که است در خودی کرمایی که در روده می باشه به زیاد مقدار در نزد کلانه و اطفال سبب اسکاریازیس مریضی به وجود میاره و ای تقریبا 4 قسمت نفوس جهان مبتلا ساخت فعلا. ای اسکاریس ای یک نوع پارازیت است که مربوط به فایلم نیماتودا یا استوانه شکل حیوان است، پارازیت است که در خود انسان ای مکمل نامش اسکاریس لومبرکاید است که در خود انسان سبب اسکاریازیس دیزیز به وجود میاره و زیاد تعداد اطفالی که سنینی پری سکول ایج باشه، یعنی بین سن 3 سالگی تا 6 سالگی باشه، خاطر که او اطفال که هست حفظ صحی فردی را مراد کده نمیتنه، دستایش همیشه کنتامینیتد یا ملوث می باشه و یکی دیگه اکثرا دستم ده دهن زیاد میزنه، دمو خاطر ده ای سنین اطفال خیلی زیاد مبتلا میشه. ای یک رنگی شفاف سفید مایل به زرد رنگ داره، استوانه شکل است و طویل تا چیزش که است خودی امو دونه و جنس داره، مذکر و مؤنث جنس داره که مذکر جنسش که است نسبت به مؤنث جنس نسبتا کوتا و چی می باشه، زیاد قطرش زیاد نمی باشه. در نزد طفلا در این حالت اکثرا سرفه، نفس تنگی یعنی دیسپنیا، ویزینگ، تنفس صدایش بلند میشه، تاو پیدا میکنه. بعض در این حالت مریض زنیز دی مریض سرفه پیدا میشه، همون لاروا توسط سرفه با گلون پس میایه و توسط گلون دو قسمت اکثرا طفلا پس او را به طرف معده دوباره داخل میشه، از طریق معده میره به روده. در روده این لاروا تقریبا در مجموع 2 تا 3 ماه وقت میگیره که امی با یک میچور وارم یا با پخ کرم بالغ تبدیل شوه. بعضی جا این کرم تقریبا امو نس امو جنسی موانسش هر روز به شکل اوسط 2 لک تخم تولید میکنه. این بیماری اگر برات بگویم هم خطرناک است هم خطرناک نیست. خطرناک به این خاطر است اگر صحیح عام مردم مثلا آگاهی نداشته باشه یا مریضا طفلای خدا یا کسایی که کلانه است خدا مثلا حفظ صحی فردی یا محیطی یا غذایی را صحیح در نظر نگیره و مثلا به حساب دوای ضد کرم دل به شکل منظم در 6 ماه تا 1 سال دوامدار صحیح منظم نگیره، اکثرا نمو اختلاطات که پیش برد گفتیم او را اگر بیاره خیلی خطرناک است و اگر به حساب خوشبختانه به این خطر خطرناک نیست که 100% هم وقایه میشه هم تداوی میشه. دوایی که پیش برد گفتم البینداز یا میبینداز توسط مشوره دکتر در ظرف 6 ماه تا 1 سال به هر طفل یا کسایی که کلانم باشه باید دایی در 6 ماه یا در 1 سال یک بار باید دی دوا را بگیره. انشالله بایی می پارازیت هیچ وقت مبتلا انشالله نمی، اگر مبتلا میشه از باید میره. یک شخصی که اگر حفظ الصحه را صحیح مراعات نمی کنه، یک طفلی که حفظ الصحه به این معنی والدین از این مراقب از این نمیشه که حفظ الصحه طفلش صحیح مراعات شوه، دستای خود معمولا قبل از خوردن غذا و یا نوشیدن مواد نوشابه صحیح درست حفظ الصحه دستای خودش مراعات نمی کنه، نمی شوه و ای که ناخونای خود ناخونای اطفالشان متوجه نمیشه به وقت، او را کم نمی کنه،
اینا باعث از این میشه که اینمی حفظ الصحه در مجموع و یایی که ما شما فاضلاب داریم، وقتی که فاضلاب ما شما به وجه احسن او دفع نمیشه یا او برطرف نمیشه دیگه، اینا کل از عوامل از این میشه که یک طفل یا یک شخص مصاب به کرم اسکاریز شوه. خطرات از چی هستن؟ وقتی که یک طفل کرم اسکاریز پیدا میکنه، ناراحتی بطن برش پیدا میشه، وقت نه وقت میشه که از درد شکم شکایت بکنه، دلبدی و یا استفراغ ممکن داشته باشه وقت نه وقت. کرم اسکاریز اصلا یک کرم هستن که یک دوران حیات مخصوص به خود داره که تقریبا کتابا میگه 72 روز در بر میگیره. به خاطر وقایه کرم اسکاریز خانواده بسیار رول مهم دارن، خصوصا اطفالی که سنشان قبل از دوران مکتب یا دوران مکتب هستند، ممکن 3 تا 8 سالگی نمی سنی هستند که بسیار اطفال معروض هستند که به کرم اسکاریز مبتلا شوند. از این خاطر خانواده ها مسئولیت از این را داره که مراقب حفظ الصحه اطفال خود باشه، من جمله ناخنهایشان به وقت بگیره، دستایشان برشان خوب توصیه بکنه که خصوصا بعد از رفتن به رفع حاجت و قبل از خوردن مواد مغذی باید دستای خود به صابون بشویه. می داشته باشند. گل احمد باشنده ولایت غزنی، یک تن از پایوازان در شفاخانه فوق تخصصی باسط، به پشواک می گوید ما آمدیم اینجا 2-3 هفته قبل، به سرکم را آوردیم، دکتر برایش دوا داد، مشکل شکم داشت، اشتها نداشت، کم خون است، ولی اکنون دوایش رو خورده دوباره آوردیمش به دکتر که چی میگوید. ما اومدیم چند هفته پیش، 2-3 هفته پیش پسرم آوردیم برای آقای دکتر، بعد دوا داد، مشکل چیز داشت، شکم داشت و دوا داد و ولی اشتها نداشت، کم خوابی بود، کم خونی بود، ولی الان دواشو خورده، الان دوباره باز آوردیم براش. این 7-8 سالش میشه. ما از غزنی اومدیم، غزنی از ولسوالی دور و غز اومدیم. آره، کاریمون نودی است، از کاریای نودی است. میگه مشکلش شکم داره، کم خونی داره. و دکتران میگویند اکثر افراد مبتلا به اسکاریز هیچ علائمی ندارند، اما بعضی ها علائم مثل دیدن کرم ها در مدفوع، تب، استفراغ، اسهال و درد های شکم می داشته باشند. به گفته او کم اشتیایی، کم خونی، کاهش وزن از علائم عمده موجودیت کرم اسکاریز در نسل کودکان است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.